به نام خدا سلام و درود فراوان خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین صنف هشتم ورود شما را به کلاس فیزیک سنف هشتم خوش آمدید میگم من انجینیر محمد هادی نظری از مکتب هادی در خدمت شما عزیزان هستم تا با همدیگه مضمون جذاب فیزیک صنف هشتم بررسی کنیم خب شاگردای عزیز در شروع کار اگر شما در درس ما سوالی دارید یا نظری دارید در رابطه با برنامه من یک شماره واتساپ اعلام میکنم شما از این طریق با ما در ارتباط باشید شماره را یادداشت کنید دو سفر 964 780 255 40 13 پس یک بار دیگه میخوانم برای شما دو صفر 964 780 255 40 13 شما توانید از این طریق با ما در ارتباط باشید هر سوالی که دارید مطرح کنید ما به سوال شما پاسخ میدیم یا اگر نظری دارید در این قسمت برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز شما در سنف هفتم با مضمون فیزیک آشنا شدید چند تا فصل اونجا خواندیم چی موضوعاتی داشت یادتان هست در رابطه با اندازگیری مطالبی رو خواندیم در رابطه با قوه اثرات قوه در رابطه با فشار مطالبی رو یاد گرفتیم کار انرژی و توان بررسی کردیم و در رابطه با نور خواص نور انکسار نور و انعکاس نور با همدیگه صحبت کردیم اما در فیزیک صنف هشتم قراره چی مطالبی را با همدیگه بخوانیم؟ خب یک نگاهی اجمالی و سرفصل مطالب داشته باشیم فصل اول شاگردای عزیز در رابطه با حرارت و اثرات حرارت روی مواد صحبت میکنه ما در این فصل درجه حرارت رو تعریف میکنیم ترمامتر معرفی میکنیم درجه بندی ترمامتر برای شما عزیزان بیان میکنیم منابع انرژی را بیان میکنیم و مطالب دیگری که در این فصل بررسی میشه در فصل دوم در رابطه با انتقال حرارت صحبت می‌کنیم. شاید سوال پرسان کنید مگه حرارت هم انتقال پیدا می‌کنه؟ بعد شاگردای عزیز، حرارت یک نوع انرژی انرژی هم انتقال پیدا می‌کنه. ما در این فصل راه‌ها و روش‌های انتقال حرارت بررسی می‌کنیم. در فصل سوم در رابطه با ساحه مغناطیسی صحبت میکنیم یاد میگیریم که یک آهن روبا، یک مغناطیس در اطراف خودش یک ساحه ایجاد میکنه با این ساحه با خطوط ساحه مغناطیسی آشنا میشیم در فصل چهارم در رابطه با برق ساکن صحبت میکنیم شما وقتی که موهای خودتون شانه میکنید میبینید که یک اگه موهایتون خشک و تمیز باشه یک جرقه میزنه یا وقتی که لباس میپوشین بعضی موقع یک جرقه ایجاد میشه خب این موضوعات در فصل برق ساکن بررسی میکنیم فصل پنجم در رابطه با قوه صحبت میکنه ما در صنف قبلی قوه و اثرات قوه رو یاد گرفتیم در این صنف تکمیل یاد میگیریم مثلا قوه جاذبه را بررسی میکنیم در رابطه با مومنت قوه صحبت میکنیم در این صنف صحیح در فصل ششم هم که آخرین فصل ما هسته ماشین های مورد بررسی قرار میدیم اگر آماده هستید با همدیگه این درس جذابه شروع کنیم فصل اول در فصل اول ما حرارت و اثرات حرارت روی مواد بررسی میکنیم در جلسه اول سه تا موضوع داریم این سه تا موضوع چی هستن؟ اول در رابطه با درجه حرارت صحبت میکنیم در ادامه تعادل حرارتی رو میگیم و در آخر هم ترمومتر و درجه بندی ترمومتر رو با همدیگه بررسی میکنیم پس این سه تا موضوعیه که در جلسه اول مورد بررسی قرار میگیره خب شایده عزیز درجه حرارت به نظر شما تعریفش چی میتونه باشه؟ یک مثال بزنم یک سوال از شما پرسان کنم سوالم خیلی سوال راحتیه میگم یک گلاس آب سرد دارم یک گلاس هم چای داغ چی تفاوتی با هم دارن؟ شما سریعا میگین اصلا فکر نمیکنین میگین که گلاس آب سرد سرده گلاس چایم داغه در واقع شما خودتان درجه حرارت تعریف کردین میگیم چی؟ میگیم که درجه حرارت یک معیاریه که میزان سردی و گرمی اجسامه برای ما مشخص میکنه یک معیاره حالا در ادامه ما تعریف های بهتر و کاملتری تری را با مفاهیمی که یاد میگیریم از درجه حرارت ارائه میکنیم اما فعلا یک تعریف ساده در جرارت چیه؟ یک میاریه که برای سنجش سردی و گرمی اجسام استفاده میشه خب موضوع بعدی ما در رابطه با تعادل حرارتیه خب فرض کنید که دو تا جسم داریم یک جسم ما گرمه یک جسم ما سرد ما این دو تا جسمت در تماس با همدیگه قرار میدیم سعی شد؟ وقتی که این دو جسم در تماس کامل با همدیگه قرار میدیم درجه حرارت هر دوش تغییر میکنه چه قسمی تغییر میکنه؟ جسم سردتر گرم میشه جسم گرمتر سرد میشه این تغییری درجه حرارت اینقدر ادامه پیدا میکنه که درجه حرارت هر دو جسم یکسان میشه روی شکل نشان میدیم به شما خوب نگاه کنید دو تا جسم داریم جسم A و جسم B شاگردای عزیز جسم A ما گرم داغه و جسم B ما سرده شما ترمومتری که روی از جسم ها ما کشیدیم یا میبینید جسم A ترمامترش بالایه گرمتره جسم B سردتره آمدیم چیکار کردیم این دو جسم در کنار هم قرار دادیم به همدیگه چسبان نیم دو تا جسم خب چه اتفاق میفته یک مدتی که رد میشه یک زمانی که رد میشه این دو جسم جسم گرمتر حرارت خودش از دست میده و جسم سردتر گرمتر میشه این انتقال حرارت تا جایی ادامه پیدا میکنه که درجه حرارت هر دو جسم ما یکسان میشه روی شکل هم شما میبینید به وضوح خب میگیم در این حالت یعنی زمانی که درجه حرارت هر دو جسم یکسان شد این دو جسم در تعادل حرارتی قرار دارند پس شده از تعریف تعادل حرارتی اما ما برای اینکه درجه حرارت بسنجیم باید یک روش داشته باشیم دیگه چه قسمی درجه حرارت بسنجیم یک راه ساده استفاده از حس لامسه هی. که ما لمس کنیم اجسام ببینیم کدامش گرمتره کدامش سردتره آیا این حس لامسه همیشه خوبه آیا همیشه جا برای ما کاربرد داره یک آزمایش میگم این آزمایش در خانه انجام بدید خیلی آزمایش ساده هستن میگیم که سه تا ظرف تهیه کنید خب شاگرد عزیز سه تا ظرف آب یکیش آب گرمه یکیش آب سرد و یکی هم آب ملایم دیگه دست راست خودتان داخل آب گرم فرو ببرید چه اتفاق میفته شما احساس گرما میکنید دست چپتان داخل آب سرد ببرید خب احساس سرما میکنید در دستتان حالا هر دو دست بیرون بیارید همزمان داخل آب ملایم فرو ببرید چه اتفاق میفته؟ یه آزمایش انجام بدید به نظر شما چه اتفاق میفته؟ احسن دست راست شما که داخل آب گرم بود الان احساس سرما میکنه و دست چپ شما که داخل آب سرد بود الان احساس گرما میکنه پس اینجا یک خطایی ایجاد در حالی که آب ما یک آب ملایمه دیگه ولی ما در تشخیص دچار اشتباه شدیم پس چی میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که حس لامسه دارای خطای همیشه به در نمخوره حس لامسه محدودیت داره یک جسم خیلی داغه من نمیتونم به او لمس کنم یک جسم خیلی سرده بازم نمیتونم لمس کنم حس لامسه دقیق نیه چرا یک جسم هست سی درجه یک جسم دیگه سی و یک درجه آیا حس لامسه یک درجه رو میتونه تشخیص بده نه و ما نمیتونیم به حس لامسه عددی رو نسبت بدیم وقتی دیست راست داخل آب گرم فرو میبریم نمیتونیم بگیم که ای چند درجه است. پس محدودیت هایی که در حس لامسه وجود داره این روش برای ما کاربردی نمیکنه پس ما چیکار میکنیم ما در فیزیک از یک وسیله استفاده میکنیم به نام ترمامتر ترمامتر یک وسیله که برای اندازگیری دقیق درجه حرارت استفاده میشه و انواع مختلفی داره که ترمامتر های سیمابی و ترمومترهای الکلی متداول ترین و ساده ترین نوع ترمامتر هستند که امروزه استفاده میشن. اما این ترمومترها شاگردای عزیز باید درجه بندی شون. سعی شد شما اگه یک ترمومتر را از نزدیک برین مشاهده کنین میبینین که اینا درجه بندی دارن دیگه. درجه بندی انواع مختلفی داره در فیزیک. درجه بندی سلسیوس داریم، فارنهایت داریم و درجه بندی کلوین داریم. که ما با درجه بندی سلسیوس در این صنف آشنا میشیم و فارنهایت و کلوین ها در صنف های بعدی با از آشنایت پیدا می پس درجه بندی ها به سه دسته هست سلسیوس، فارنهایت و کلوین خب خب شاگردای عزیز میریم سراغ درجه بندی سلسیوس به نظر شما آقای سلسیوس که یک دانشمند فیزیک بود چه قسمی درجه بندی سلسیوس ها انجام داد خب شما به شک نگاه کنید ما برای شما توضیح میدم که چه قسمی درجه بندی را انجام داد به نگاه کنید آقای سلسیوس یک ترمامتر سیمابی تهیه کرد در گام اول ای را داخل یخی خالیس در حال زو شدن قرار دادی ترمومتر. اندکی صبر کرد هر جایی که ترمامتر ثابت شد یعنی سیماب اونجا دیگه ثابت شد او را علامت زد گفت این صفر درجه سلسیوسه در گام بعدی آمد چیکار کرد؟ این ترمامتر را داخل آب خالص در حال غلیان قرار داد. هر جایی که سطح سیماب ثابت شد علامت زد گفت ای درجه سانتیگراد چیکار چی کار کرد؟ از صفر تا صد به صد قسمت مساوی تقسیم کرد گفت هر قسمت برابر میشه با یک درجه سلسیوس یا یک درجه سانتیگراد. پس چی شد؟ از درجه بندی سلسیوس شاگرد عزیز که شما می توانید این کار را در خانه هم انجام بدید خب یک سوال دارم سوال با هم دیگه حل میکنیم شاگردهای زرنگ و باهوش این سوال خوب توجه کنید من برای شما میخوانم خب سوال نگاه کنید چی نوشتم؟ گفته که ما یک ترمامتر داریم که درجه بندی از این ترمومتر نامعلومه یعنی معلوم نشده که با سلسیوسی درجه بندی شده با فارنهایت با کلوین ما نمیدانیم هیچی پس یک ترمامتر درجه بندیش نامعلومه این ترمامتر نقطه زوب یخه با عدد منفی 20 نشان میده و نقطه غلیان آب با عدد و هشتاد نشان میده خب هنگامی که ما این ترمامتر سوال چی پرسان کده؟ گفته هنگامی که این ترمومتر عدد ده را نشان میده یک ترمومتر دیگه که ما داریم و این ترمومتر ما با درجه بندی سلسیوس هسته این ترمومتر چه عددی را نشان میده؟ این سوال پای تخته با هم دیگه حل کنیم شاگرد عزیز ما یک ترمومتر داریم که درجه بندیش نامعلومه. پس میایم رسم میکنیم میگیم که ما یک ترمومتر داریم به این شکل. این درجه بندی از این نامعلومه. درجه بندی نامعلوم. خب فکرته بگیر. خب این ترمومتری ما که درجه بندیش نامعلومه. نقطه ذوب یخ با منفی 20 نشان میده و نقطه غلیان آب با 180 نشان میده سوال چی پرسان کده؟ گفته هنگامی که این ترمومتر عدد در نشان میده مثلا ده اینجایه یک ترمامتر دیگه که ما داریم این ترمومتر ما با درجه بندی سلسیوس ایجاد شده میگیم این درجه بندیه سلسیوس خب وقتی که این ترمومتر عدد در نشان میده این ترمومتر چه عددی رو نشان میده میخوایم می این با هم دیگه حل کنیم خب حواستان باشه خب میگیم در درجه بندی سلسیوس نقطه یخ با صفر نشان داده میشد دیگه ما برای شما تعریف کردیم و نقطه غلیان آب با چند نشان داده شد با یکصد دیگه اینم ما گفتیم کار اولی که انجام میدیم میگیم که این ترمومتری که درجه بندیش نامعلومه، باید مشخص کنیم که چه قسمی درجه بندی شده چی کار میکنیم؟ میگیم که خب ما نقطه پایان کار یعنی نقطه غلیان داریم یکصد اشتاد نقطه اولیه هم داریم نقطه زوب یخ منفی 20 خب این فاصله رو بخوایم پیدا کنیم چیکار کار میکنیم شاگرد عزیز؟ احسن بر شما نقطه نهایی رو منفی نقطه ابتدایی میکنیم پس میگیم که 180 منفی منفی 20 دیگه سعی شد؟ خب منفی در منفی مثبت میشه دیگه میشه 180 مثبت 20 که برابر با 200 میشه پس ما فهمیدیم که این درجه بندی یعنی از منفی 20 تا 180 و 200 قسمت تقسیم شده اما در درجه بندی سلسیوس از 0 تا 100 یعنی 100 قسمت داره دیگه خب چی نتیجه میگیریم؟ احسن بر شما که هر دو درجه در درجه بندی نامعلوم برابر با یک درجه در درجه بندی سلسیوس هست خب حالا میرم ادامه ای کار میگیم اگر نقطه ده در, در ترمومتری که درجه بندیش نامعلوم است عدد در رو نشان میده درجه بندی سلسیوس یعنی این چه عددی را نشان میده خب چی کار مونیم؟ اول این کار میگیم این فاصله در پیدا مونیم از منفی 20 تا ده میبینیم که چند قسمت تقسیم شده دیگه چی کار مونیم؟ بازم در منفی منفی 20 میکنیم یعنی نقطه نهایی ما در منفی منفی 20 میکنیم برابر با سی میشه دیگه منفی در منفی مثبت که اینها جمع کنیم میشه سی پس از منفی 20 تا ده به سی قسمت تقسیم شده خب شاگیدهای عزیز یک نکته رو اینجا یاد گرفتیم دیگه گفتیم هر دو درجه در ازیده ترمامتر برابر با یک درجه دهی ای وقتی که این فاصله سی تایه اینجا چقدره؟ احسن بر شما تقسیم برای دو میشه دیگه پس میشه سی تقسیم برای دو که برابر با 15 درجه میشه پس درجه بندی سلسیوس یا ترمومتری که بر اساس درجه بندی سلسیوس هستن، عدد چی رو نشان میده؟ عدد 15 رو به ما نشان میده ایشود از سوال این قسمت که برای شاگردهای باهوش و زرنگ ما این سوال حل کردیم خب شاگردای عزیز درس امروز ما خلاص شد امیدوارم که مطالب به خوبی یاد گرفته باشید تعریف درجه حرارت یاد گرفته باشید با ترمومتر و درجه بندی سلسیوس آشنا شده باشید تا جلسه بعد یکایی که شما را به خدای منان میسپارم خدا نگهدارتان